ما زنها همیشه برای حق و حقوقی که باید بهمون داده میشد و ندادن تلاش کردیم و هیچ وقتم دست از تلاش بر نداشتیم. حق و حقوقی که هر انسانی باید داشته باشه، ولی متاسفانه در طول تاریخ از زنها سلب شده. البته اینطور هم نبوده که زنها با شرایط کنار بیان و برای به دست آوردن حقوقشون تلاش نکنن. اتفاقا به خاطرش جنگیدن، نه تنها با اجتماع و دولتها بلکه با خانواده و اطرافیان. سلام، نازنین هستم، به چنل مگافکت خوش اومدید. در این ویدیو قرار از جنبش زنان در طول 100 سال گذشته براتون بگم تا بدونید اگر الان در این برهه زمانی هر حق و حقوقی هم داریم مدیون تلاش و مبارزه این افراد هستیم. من میخوام به طور کامل براتون توضیح بدم که این مبارزه ها به چه شکل و توسط چه افرادی انجام شده. در گذشته خانواده ها معتقد بودن دختر اگه باسواد شه نامه عاشقانه می نویسه. اولین گروه زنان در عصر مشروطه با اهدای انگشترها، گوشواره ها و علنگوهای طلا شکل گرفت. وقتی دور اول مجلس شورای ملی سیاستمداران دنبال این بودن بانک ملی رو تأسیس کنن، زنها طلاهاشون رو بخشیدن و گروهی رو برای جمع کردن کمک تشکیل دادن و این گروه شد اولین جمعیت مدرن زنان ایرانی. مهدی ملکزاده، مورخ مشروطه، جمله تکان دهنده‌ای درباره وضعیت زنان داره که میگه اگر مردان در دوران استبداد از حقوق بشر بی بهره بودن، زنان از حقوقی در حد حیوانات هم بی نصیب بودن. ولی مشروطه باعث شد زنان هوشیار شن. چند سال بعد از انقلاب مشروطه در دهه 1290 فعالیت روزنامه نگاری زنان شروع شد. مجله دانش در سال 1289 اولین نشریه‌ای بود که برای آگاه سازی زنان تأسیس شد. 4 سال بعد از مشروطه نشریه بعدی شکوفه بود که در سال 1292 منتشر شد و متاسفانه عمر کوتاهی داشت. در صفحه اول نوشته شده بود صاحبه امتیاز و مدیر مسئوله مزین السلطنه سبیه مرحوم آقا میرزا سید رضی رئیس الاتباع. شکوفه روزنامه است اخلاقی، ادبی، حفظ صحیح اطفال به معنی پیشگیری از بیماری اطفال، خانه‌داری، بچه‌داری، هدف اصلیش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان در مورد مدارس نسوان. سید رضی پزشک قشون ناصرالدین شاه بود که به دخترش مریم امید، همین خانم مزین السلطنه، اجازه تحصیل داده بود و حالا شده چشم و چراغ روزنامه نگاری زنان ایران. مزین السلطنه دو مدرسه دخترانه هم تأسیس کرد و یک انجمن زنان به اسم انجمن همت تشکیل داد که این انجمن هدفهای جالبی داشت، مثل ترویج مصرف کالای ایرانی. همچنین زنان رو تشویق می‌کرد برای ساخت صنایع دستی. امید با نشریه شکوفه تبلیغ انجمن رو می‌کرد و برای تأمین مالی روزنامه حتی اساسیه خونش رو هم فروخت و تا وقتی که زنده بود شکوفه رو منتشر می‌کرد و اون زمان، یعنی بیش از 100 سال پیش، از حقوق زنان می‌گفت و علیه کودک همسری می نوشت. دومین زنی که می خوام در موردش بگم یکی از چهره های تاثیرگذار در جنبش زنان بعد از مشروطه بود، صدیقه دولت آبادی. پدرش از روحانیون شاخه ازلیه بابیه بود. صدیقه دولت آبادی در اصفهان یکی از اولین نشریات زنان رو به اسم زبان زنان در سال 1297 تاسیس کرد. این مجله هم از حق زنان می نوشت، با خرافات مقابله می کرد و وضع زنان جهان رو منتشر می کرد. از جهت سیاسی هم ملیگرا بود و مقابله با نفوذ بیگانه رو ترویج می داد. صدیقه لعن و نفرین بسیار دید. روزنامه زبان زنان هم چند بار توقیف شد. وقتی در سال 1300 روزنامه به دلیل مقاله سیاسی علیه رئیس الوزراء توقیف شد، رئیس نظمیه در زمان توقیف به صدیقه گفت خانم، شما 100 سال زود به دنیا اومدی.
این تصویر زیبا که میبینید جلد مجله زبان زنانه که روی اون نوشته شده بهشت زیر پای مادران است و با فونت بزرگتر اسم مجله نوشته شده. نه تنها صدیقه خانم بلکه افرادی که در این ویدیو اسم میبرم خیلی جلوتر از دورانی که در اون زندگی میکردن بودن. صدیقه در سالهای بعد که جسارت بیشتری پیدا کرد به مخالفت با حجاب هم پرداخت. قبل از کشف حجاب فعالیت‌های خیلی زیادی انجام داد. از تأسیس مدرسه گرفته تا انجمن و نمایندگی ایران در نشست‌های بین‌المللی زنان. صدیقه اهل سازش نبود و ستیزجو بود. این رو میشه از وصیت‌نامه‌اش فهمید. وصیت کرده بود در تشییع جنازه‌ام حتی یک زن با حجاب شرکت نکند. زنانی را که با چادر بر سر مزارم بیایند هرگز نمی بخشم. سومین زن نامدار و پرتلاش در صدر جنبش زنان شهناز آزاد بود، دختر همان میرزا حسن رشدیه نامدار. شهناز نشریه نامه بانوان رو در سال 1299 منتشر کرد که نویسندگان آن همه زن بودند. بالای عنوان روزنامه نوشته شده بود زنان نخستین آموزگار مردانند و زیر عنوان آمده بود این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است. بریم سراغ نفر بعدی که میخوام از اون اسم ببرم. آفاق پارسا که هیچ شخص باسوادی در خانوادش نبود. تا ششم دبستان رو مخفیانه و بدون اطلاع پدرش درس خوند. پدرش معتقد بود دختر اگه باسواد شه برای پسران نامه عاشقانه می نویسه. آفاق در سال 1299 مجله‌ای به نام جهان زنان رو تأسیس کرد. این نشریه بیانی بی‌پرواتر داشت و می‌خواست با متعصبان روبرو شه که نتیجه‌ش هم شد توقیف چند باره و تبعید مدیر مجله. این نشریه در شماره پنجم خود در مقاله‌ای با عنوان از حالا زنان رو دعوت کرد همدوش مردان در کوچه و بازار و حجره و اداره و کارخانه و مواقع خطر همراه باشن. در مقاله دیگه‌ای که نویسنده اون مریم رفعت‌زاده بود ایران رو با افغانستان مقایسه کرد و افسوس می‌خورد که در افغانستان برای ترقی و تربیت نسوان کارهای زیادی انجام شده و این دولت با تمدن جدید به زودی از ملت با تمدن 6000 ساله از هر جهت جلو می‌زنه. این حرف خانم رفعت‌زاده نشون میده در دهه‌های گذشته کشور افغانستان به این شکل امروزی نبوده و حتی تفکر امروزی تری نسبت به کشور ما داشتن. متاسفانه جنگ و طالبان و حاکمانی که در این کشور حکومت کردن باعث این اتفاقات امروز هستن. اگر افغانستان هم مثل بقیه کشورها روز به روز پیشرفت می کرد حتی از بعضی کشورهای اروپایی هم جلو می افتاد. قبلن یه ویدیو در مورد افغانستان که چطور به این روز رسیدن ساختم. لینک ویدیو رو براتون میذارم که ببینید. بریم سراغ ادامه ویدیو. آفاق پارسا با تبعید و محرومیت فراوانی روبرو شد. دختر ایشان فرخرو پارسا اولین وزیر زن ایرانی بود که بعد از انقلاب 57 اعدام شد. بایدم از مادری با این تفکر دختر موفق و باسوادی مثل خانم فرخرو پارسا تحویل جامعه داده بشه. بیشتر زنانی که در اون دوران جزو جنبش زنان بودن خودشون در کودکی ازدواج کردند. اهمیت این زنان از دولت مردان نامدار اون دوران بیشتره، اما کسی اونا رو هم به یاد نداره. شاید اگر این زنان امروز سر از گور در بیارن و روزگار ما رو ببینن، البته با توجه به تبعیض‌هایی که هنوزم هست میبینن که زنان به همون جایی رسیدن که اونا رویاش رو داشتن. دخترایی که مثل پسرها درس خوندن و نقش اجتماعی و اقتصادی دارن، حق با این زنان بود. زنان میتونستن و حقش رو داشتن همون نقشای مردا رو ایفا کنن. شاید این حقیقت روح متلاطم اونا رو آرام کنه.
در ادامه بریم نگاهی بندازیم به جمعیت انقلاب نسوان. اول از همه بریم نگاهی بندازیم به تلاش‌های زنی به اسم زندخت. 100 سال پیش زندخت شیرازی یکی از پیشگامان جنبش زنان چنین شعری سروده بود: کار تجارت از چه معنی کار زن نیست؟ کار صناعت با چه منطق کار من نیست؟ کفش زنان را از چه رو زن خود ندوزد؟ زن از چه جراح و طبیب جان و تن نیست؟ پس خواهرانم تا به کی بیکار هستید؟ تنها برای تخمگیری خلق گشتید؟ تنها برای عشق مردان چیره دستید؟ زن دخت در سال 1288 در شیراز متولد شد. تا مقطع متوسطه درس خوند و همون اوایل جوانی که همزمان با شروع سلطنت رضا شاه بود جمعیت انقلاب نسوان رو تأسیس کرد. اما خیلی زود تعبیر انقلاب براش دردسرساز شد و اسم جمعیت انقلاب زنان رو به نهضت نسوان تغییر داد. وقتی مرامنامه جمعیت انقلاب نسوان رو که بیش از 100 سال قبل نوشته شده رو میخونم، از روشن بینی این زن و هم فکرانش متعجب میشم. این مرامنامه پر از توصیه های اخلاقی و آموزشی، اما از طرف دیگه ای هم مطالبات روشنی داره، از جمله کوشش در ترقی نسوان و طرفداری از حقوق برابری، مجاهدت در تأسیس قرائتخانه های مخصوص زنان و ایجاد مدارس ابتدایی مجانی و مدارس متوسطه و عالیه، به خصوص طب و دایگی و پرستاری اطفال و مؤسسات صنعتی یدی و غیر یدی مخصوص زنان و مؤسسات لازمه دیگر، از قبیل مریضخانه های مخصوص زنان و تبلیغ در تشکیل شرکت ها برای وارد کردن کارخانجات لازم. نکته جالب این که مثل بقیه گروه هایی که زنان تشکیل دادن، مرام جمعیت انقلاب نسوان هم ناسیونالیستی بود. دلیلش هم بند هفتم مرامنامه شون بود که می گفت تبلیغ به پوشیدن کالای وطنی و نخریدن کالاهای خارجی، به خصوص زیورالات و تجملات غیر ضروری. در مرامنامه تلاش می‌کردن زنها رو تشویق کنن که به اماکن عمومی جامعه بیان، مثل جاهای تفریحی و سرگرمی. به طور مثال در بند 8 خواسته شد که زنان اجازه داشته باشند در نمایش‌ها و تفریحات عمومی شرکت کنند. یه چیزی مثل همین ورزشگاه رفتن امروز زنان. از مبارزاتی که داشتن این بود که خرافات و خوردن مشروبات و مصرف مواد مخدر رو کنار بذارن. تلاش می‌کردن بانوان بهداشت فردی رو رعایت کنن. تشویقشون میکردن که ورزش کنن. مانع کشیده شدن زنها به فحشا میشدن. جوانان رو تشویق به ازدواج میکردن و مانع ازدواج در سن نامناسب میشدن. این موارد نمونه هایی از بندهای مرامنامه بود. همه اینها نشون میده زندخت پیام آور واقعی بود که در این بیت بیان کرده: در آن ملت ترقی هست و استقلال و آزادی، که زن چون مرد آزاد و کسی او را نیازارد. همون زمان که جمعیت انقلاب نسوان تشکیل شده بود، نمایشی در شیراز برگزار میشه و جمعیت نسوان با اصرار تونست این اجازه رو بگیره که زنان برای اولین بار به تماشای نمایش بیان. البته باز هم قرار شد یه شب برای مردان باشه و یه شبم برای زنان. زندخت شبی که زنان به تماشای نمایش اومده بودن سخنرانی کرد. بعد از اینکه به اهمیت یادگیری علوم تاکید کرد، به نمایش پرداخت. جالب این که در حمایت از حضور زنان در نمایش تا حدودی همون استدلالی رو آوردن که امروز در مورد حضور زنان در استادیوم میارن. زندخت می گفت همنشین بودن هر مرد با فامیل زن خود به اون این اجازه رو نمیده که نسبت به ناموس دیگران چشم طمع بدوزه. زندخت زیاده روی در روشنفکری و اشتباه می دونست. می گفت
ما نسوان ایران بین دو فرقه کهنه پرست و روشن فکر افتادیم. کهنه پرستا اونایی هستن که از روی نادانی با اینکه با ماشین به مسافرت میرن ولی هنوز در قید و بند همون عادتهای پوسیده خرافی شرم‌آور هستن. روشن فکرای افراطی هم کسایی هستن که کورکورانه کلمات ناپسند فرنگی ها رو یاد گرفتن و با رفتار زشت خودشون نسل آینده رو توی پرتگاهی عمیق میندازن. اگه ما از هر کدام از این دو گروه پیروی کنیم، تیشه به ریشه قومیت و ملیت خودمون زدیم. باید یه راه درست و صحیح پیدا کنیم که از این دو گروه در امان باشیم و راه ترقی خودمون رو بنا و تأمین کنیم. آدم متعجب میشه از اینکه زندخت در زمان این سخنرانی حدود 20 سال سن داشته و حرفاشون اینقدر پخته بوده. زندخت نشریه‌ای با عنوان دختران ایران در سال 1310 تأسیس کرد که بعد از 7 ماه توقیف شد. هم مقاله می نوشت و هم نظراتش رو در قالب شعر بیان می کرد. این زنان مانند همتایان مردشان دهه ها از جامعه جلوتر بودند. سالها طول کشید تا جامعه ایران به جایی برسه که اونا زمانی تک و تنها در اون زندگی می کردن. زندخت زنی بود که ساده زندگی می کرد و متاسفانه عمر کوتاهی داشت و در سال 1331 درگذشت. در ادامه میخوام از شروع جنبش زنان بگم. در سال 1403 حرف زدن از حقوق زنان با وجود داشتن طرفدار ولی سختی های زیادی داره. ولی در سال 1300 اوضاع فرق میکرد. زنانی که امروز از حقوق خودشون دفاع میکنن و تلاش میکنن که در همه زمینه‌ها برابری حقوقی برقرار شه، تقریبا خیالشون راحته که اکثریت جامعه یا حداقل تعداد زیادی از افراد جامعه با اونا همدل و همصدا هستن و اگه تعدادی هم مخالف تساوی زن و مرد هستن، ترجیح میدن سکوت کنن و نظرشون رو عنوان نکنن. ولی 100 سال قبل همه چیز برعکس بود. کسی که خواهان تساوی برابر بود ترجیح میداد اونو توی فضای عمومی بیان نکنه و توی ذهن خودش نگه داره. حقوق زنان در همه جوامع از شرق تا غرب خیلی کند و طولانی پیش میرفت. وقتی آمریکایی‌ها در دهه 1770 برای به دست آوردن استقلال خودشون از بریتانیا می‌جنگیدن و خون می‌دادن و دنبال درست کردن حقوق بشر برای خودشون بودن، کسی به این فکر نمی‌کرد که به زنان حق رأی بدن. توی هیچ کدوم از ایالت‌های آمریکا زنان حق رأی نداشتن، جز یه استثنا که اونم خیلی زود این حق برداشته شد. برای اینکه فضای 100 سال پیش ایران رو درک کنید، یه مثال میزنم که نشون میده حتی مردان تراز اول ایران چطور فکر میکردن. سال 1310 مجلس ایران اجازه داد که کمیسیونی از طرف جامعه ملل، معادل امروزیش میشه همون سازمان ملل، برای جلوگیری از تجاوزات به حقوق زنان به ایران بیاد. مهدی قلی خان هدایت، رئیس الوزرای رضا شاه، وقتی متوجه این موضوع میشه میگه مردها باید از حقوق خودشون دفاع کنن چون تجاوزات دو طرف است. همین جمله نشون میده این شخص به عنوان بالاترین مقام اجرایی ایران، اون هم در عصر نوگرایی، چه تصویری نسبت به تجاوزات به حقوق داشته. آخه زن ایرانی اونم در سال 1310 به کدام حق مرد ایرانی تجاوز کرده که لازم باشه مردا از حقوق خودشون در برابر زنان دفاع کنن؟ اگه امروز دفاع از حقوق زنان یه مسئله طبیعیه، 100 سال پیش یه ماجراجویی خطرناک بوده و میتونسته بدترین عواقب‌ها رو داشته باشه. اما درست در همون سال اولین گروه مستقل بانوان توی ایران شکل گرفت که خواسته هاشون کاملا مردمی بود. یکی از معروفترین اونا که در سال 1301 تشکیل شد، جمعیت نسوان وطنخواه نام داشت. این عکس هم مربوط به افراد هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواست.
این انجمن با تلاش‌های زنی به اسم محترم اسکندری شکل گرفت. محترم اسکندری معلم و ناظم مدرسه بود و با اینکه از مشکل بزرگی در ستون فقراتش رنج می‌کشید، فعالیت‌های اجتماعی فراوانی داشت و متأسفانه در سن 30 سالگی فوت کردند. در مرامنامه جمعیت نسوان وطنخواه اهدافشون به این شکل عنوان شده: پس از تأکید بر حفظ نشانه ها و قوانین اسلام، سعی در اصلاح و تربیت دختران داشته باشن، تبلیغ صنایع وطنی و باسواد کردن زنها، نگهداری دختران بیکس، تأسیس مریضخانه برای زنان فقیر، تشکیل هیئت تعاونی به منظور تکمیل صنایع داخلی، کمک مادی و معنوی به مدافعین وطن در موقع جنگ. یکی از ویژگی‌های جالب اولین انجمن‌های دفاع از حقوق بانوان این بود که اهداف و نگرش بسیار ملی‌گرایانه داشتند، از جمله این که بسیار از تولید داخلی حمایت می‌کردند و مخالف استفاده از کالای خارجی بودند، در حالی که در اصل این جنبش‌ها برای دفاع از حقوق زنان بود. جمعیت نسوان وطنخواه رو میتونیم یکی از سرآغازهای بیداری زنان و جنبش زنان در ایران دونست. این جمعیت نشئه‌ای هم به همین اسم داشت که از سال 1302 تا سال 1305 در 11 شماره منتشر شد و مقالات بسیار جالبی داشتن. حتی سایت دانشگاه هاروارد تصاویر شماره های این نشریه رو روی سایتش قرار داده. با کیفیت عالی میتونید ببینید. اگه دوست داشتید حتما یه سر به سایتشون بزنید. در زمان تشکیل جمعیت جزوه‌ای در تهران منتشر شد و در میدانهای اصلی شهر توسط پسر بچه ها به فروش میرسید. جزوه‌ای به اسم مکر زنان. این جزوه نسبت به زنان زبانی توهین آمیز داشت و باعث عصبانیت اعضای هیئت مدیره نسوان وطنخواه شد. نورالهدا منگنه در خاطراتش نوشته: تصمیم گرفته شد که در روز معین ساعت 10 صبح عده‌ای شاید 7 یا 8 نفر از خانم‌های جمعیت نسوان وطنخواه در میدان سپه جمع شویم و هر یک 10، 15، 20 تا از کتاب‌ها را از بچه‌ها گرفته و با کبریتی که همراه داشتیم آتش بزنیم. ایشان در ادامه نوشتن در اسفند 1301 این کار رو عملی کردند. روز و ساعت معین در میدان سپه جمع شدیم و هر یک 10-20 تا از کتاب‌ها را گرفته و با کبریت آتش زدیم. در فاصله 2-3 متری شعله‌های آتش سوزی کتاب‌ها پدیدار گردید. بچه‌ها طلب پول کردند. گفتیم پول نمی دهیم. صدای زجه بچه‌ها بلند شد و از طرفی شعله‌های متعدد وضعیت قابل ملاحظه‌ای به وجود آورده بود. چند نفر آژان دور ما جمع شدند و ما را دست جمعی به کمیسریا که در ضلع جنوب غربی میدان سپه قرار داشت بردند. هر یک از ما را به اتاقی برده و جدا جدا استنتاق و پرسش‌های دامنه‌دار از نام و نشان، از منظور و مقصود و صورت و محرک گرفت و جواب‌های محکم و قانع کننده به افسران اداره نظمی شهربانی دادیم. بدرالملوک بامداد در کتاب زن ایرانی از مشروطه تا انقلاب سفید گفته است: محترم اسکندری در نظمیه بعد از آتش زدن جزوه های مکر زنان گفت: این عمل ما برای دفاع از آبروی مادران و خواهران شماست. ما هم مثل تمام انسان ها عقل داریم، مکار نیستیم. سخنان باشور و حرارت و تأثیرآمیز او در افسران نظمیه اثر کرد و آنها را به حمایت از او برانگیخت. جمعیت نسوان وطنخواه در سال 1312 در جریان تعطیلی تشکیل‌ها به دستور دولت تعطیل شد، اما اعضای اون پرتلاش موندن. هدف اونا این بود که زن در جامعه حضور داشته باشه و مثل مردها کار کنن، شخصیت، هویت و زیست اجتماعی داشته باشن و صاحب حق رأی و حق بیان باشن. امروز حتی سرسخت‌ترین مخالفان این زنان اگه سر از گور در بیارن با دیدن جامعه، اعتراف می‌کنن حق با این زنان گمنام بود.
دوستان، به آخر این ویدیو رسیدیم. لطفاً اگر دوست داشتید لایک کنید و یه کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره و توی یه کامنت دیگه نظرتون رو برام بنویسید. ممنون از همراهیتون.